یو سلام به بکس خفن و جذاب یوتیوب خوش اومدین. اینجا ماتریس، من میلادم. سلام، منم مانیم. یه چی نگم دیگه بهت. آقا اومدیم با ریاکشن به موزیک کوتاه از گادپوری به اسم سوا. برو بریم. عزیزم اگه تا حالا ما رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو بکنین، کامنت بذارید برامون، لایک کنید، این اینستاگرام برام هم فالو کنید. خب برا بچه اومدیم با موزیک کوتاه از گادپوری به اسم سبا. تو این یکی دو روز اخیر تو رپ فارسی کلی اتفاقای عجیب غریب افتاده. از زمانی که ترک حله از تویی حسین تتلو و پیشرو اومد بیرون، دیگه اتفاقات و حواشی رو همینجوری با خودش اوورد. همینجوری هم اتفاقای خفن، هم اتفاقای یه ذره عجیب غریب. و به خود گادپوری هم بی‌ربط صد البته. اگه دوست داشتین تا آخر همراه ما باشین و اینکه این موزیک رو داریم از یوتیوب گادپوری پلی میکنیم، لینک اورجینال چه تو دیسکریپشن براتون میذاریم. برو بریم. پرونده منو سبا کنید بذارید یه گوشه، نمیره وعده سر خرمنه کسی تو گوشش. من میتینگی رپ کن شدم، هیچکی نکرده پوشش. این خونگی یا ته هنرشون اجرا زیر دوشه. اوه بعد موزیک ویدیوش حیات وحشه داداش. من گفتم شاید خودت وایسادی یه سی چیزی. خب میگه آقا ما میتینگی رپ کن بودیم، این خونگی ها زیر دوش فقط با رپ کن. من میگه میتینگی بودم و کسی منو پوشش نکرد، کسی پشتم نبود، پشتم نبود. من تنهایی رپ اینو خیلی زیاد گفته توی آره همه کاراشونو یه بار حداقل میگه. بعد موزیک اصلا زیرش چی نیست. کن شدم هیچکی نکرده پوشش، این خونگی یا ته هنرشون اجرا زیر دوشه. کی میگه واقعیه، اینا که دکورین، تش مثل چی تو گلن، پلن ها تئورین، میچینن پشت سرم، میرسه بهم چی میگن، دست خودشونی حاصل مت و موتورین. فعلا داشت یه چیزی هم شروع میشه. آره داشت ضربش شروع میشه. آقا نمیتونم بگم حرفاش ربطی به حواشیه این روزا نداره، ولی در کل میگه آقا خودم رسیدم بالا. اینا هم هیچ که کس هم میان بر علیه من چیز میگن دست خودشون نیست، جنس بعد از موتوری گرفتن. نی حاصل مت و موتوری هن، فعلا فیکس گیم داشت با لرج شهرستانی، شکم قلنامه ای سیبیل ترم من بانی، صبح پلک تو پارکا با ورزش همه گانی، شبا میرن رو کارام فنا رژه یگانی. خروج یه رژه رو دیدی زیر موزیک، میگه آقا سیبیل ترم از بانی. قافیه رو دیدی سیبیل ترم چون خیلی معروف بود و فلان. و اینجا هم یه شکم غلامی بذار شبا با ورزش همه گانی، شبا پلک تو پارکا با ورزش همه گانی، شبا میرن رو کارام فنا رژه یگانی. قبل ترش مخصی آره. چی میگه آقا عجب چیزی میگه، میگه فنا تو پارکا رژه میرن همه گانی، فیلالی لالای یگانی. ای بابا سر قافیه رو پیدا نمی کنیم. خودشونی حاصل مت و موتورین، فعلا فیکس گیم داشت با لرج شهرستانی، شکم قلنامه ای سیبیل ترم من بانی، صبح پلک تو پارکا با ورزش همه گانی، شبا میرن رو کارام فنا رژه یگانی. ولی خدا وکیلی اگه صبح کسی با موزیکای پوری ورزش همه گانی بره و صبحش شروع کنه، ممکنه که تا شب یه کارهایی دست خودش بده، انقدر انرژی میگیره. فعلا که من فیکس این بازیم با شکم قلمه، یعنی شکمم بازاری و چی میگم بانگاری قشنگ خفن میگه. سیبیل هم که بهنامبانی خفن تره. خدایی بهنامبانی ولی خیلی سیبیل داره، خیلی سیبیل داره. جی اورجیناله دی ان ای محلی، پوری با همه خاکی رو تیم اسمو علی، مجازی همه خوبه حضوری بینم چی افتادن دیگه ادور خزن مثل انجی. خیلی وقت اوه مجازی همه بلبل زبونن. و اینکه میگه من چیزم محلی و دی ان ای ام خالص خفنه. بعد میگه خب و یه جای دیگه هم گفته که من با همین لهجه‌ای که دارم همتون رو میگیرم با همین لهجه‌ای شهرستانی که
خوبن حضوری بینم چی افتادن دیگه ادوک خزن مثلی انجی خیلی وقت کشتم تو خودم قصد و قرض و برداشتن هر قدم برام تش زدن ضرر رو حس میکنم شنودم و رفتم زیر نظر رو نه خودم شاهم نمیخوام زنم بشه فرح و پا 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 گاده داشت حس میکنم شنودم گرفتم منو زیر نظر آره و اینکه داره به کی میگه میگه خودم شاهم و نه اینکه نمیخوام بشم زنم بشه فرح و با حال بود خیلی پانچ قوی بود این یکی دوستم دوباره نظر رو نه خودم شاهم نمیخوام زنم بشه فرح و ببین منظورش اینه که مثلا من هر چقدر که توی مسیر خفم بشم سلطنت نمیخوام باز خودم نه اینه که همه اونه که ادعا دارن که ما کینگیم و ما شاه رپیم و میدونی خیلی دار اومدن کردن دیگه خب داره میگه من نه خودم شام نه میخوام مثلا تو میگی داره اونجوری داره میگه منظورش اونجوریه من اینطوری هم باش من به نظرم منظورش آره من منظور حالا همین من خیلی بالاتر از اینا آفرینم کنم شنودم و رفتم زیر نظر و نه خودم شاهم نمیخوام زنم بشه فرح و پا 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 گاده داشت ناب کارش فلوشکا تا نا به هر جا برسیدم تش جاتون لپا ماه جارو کنید پراتون و پو پو پوری گا گاده چیشون لپای ماه؟ سرشون لپای ماه لحجت در بیرون یه چی لپای ماه؟ سرشون فکر کنم میگه که پوپوری گاگاده پوپوری گاگاده قافیش خیلی جا برسیدم تش جاتون لپا ماه جارو کنید پراتون پوپوری گاگاده جارو کنید پراتونه آره. منو دیدید پراتون ریخت ده. خوب خیلی کوتاه بود و اینکه کلا فکر کنم ولی فکر کنم 8 تا بیت بیشتر نبود دو تا پانچ هم داشت از این توی کاراش پانچ پیدا میشه خلاصه ولی بذارین رد کنم که صداش رو نیاد خب اونجا ها پانچش به نظرم داره. بیشتر از دو تا بود پوریه یه پوری داداش تو هر بیت میدن آفرین بعد اونجایی که گفتش که شنودم و فیلالی لالای خیلی باحال بود خلاصه آقا اتفاقاتی که این اخیر افتاده چیه خیلی کوتاهی مروری کنیم و بریم واسه خودمون حالا این موزیک چون کوتاه بوده دو سه روز پیش وقتی ترک حلت اومدش بیرون که کلی هم سر صدا کردش خب با همه اون نظرهای مخالف و موافقی داشت دقیقا یه عکس کاور از آرتیستای نسل چهارمون مثل همون کاور حله در اومد داشت دست به دست می شد که رسید دست زیروتونی وانکید هم یه استوری گذاشت که آقا چقدر خفم میشه ما آرتیستای نسل چهار بیایم یه مثلا اتحادی داشته باشیم یه ترک بزنیم به اسم حله بیایم دیریل و خلاصه این مدلی مثلا بیاریم بالا و مطمئن باشید که میتونیم ویدیو بیشتر از حله اورجینالو بزنیم بعد از اینکه این حرف زد آها اینم گفت اگه یه اسپانسر پیدا بشه ترک رو بستیم حتی اگه اختلاف داشته باشیم با بچه‌های نسل ولی حاضریم که مثلا این ترک رو ببندیم حتی اگه با اینکه مثلا چیزیم جان باشه قشنگ گوش بده آره. شما هم بچه ها قشنگ گوش شدیم بعد اینکه آره دیگه گفتش که آقا خلاصه ما خودمون هنوز انقدر بالغ نشدیم ولی اگه یه اسپانسر باشه یه ترک ببندیم خیلی خفن میشه سرزرب دو سه ساعت بعدش بهزاد لیتو یه استوری میذاره میگه آقا من پایم بیمه نه ترک رو ببندید مایاشم میدم کاراشم میکنم مایم بسیار زیاده برو بریم واسه ترک بعد از اینکه این حرف میزنه زیروتونی وانکید و بکسی که خلاصه نسل چهار خفنن یکی یکی شروع میکنن که فالو شدن تو این کار مثل چاره مثل چرسی مثل گادپوری مثل نمیدونم هیپاپولوژیست امروز صبح یعنی در واقع چند ساعت بعد از این اتفاقا حسین تو یه استوری میذاره که میگه آقا ترک حله قراره یه ورژن جهانیش بیاد که یه ریمیکس قراره باشه تو چند تا کشور چند تا آرتیست های چند تا کشور تو شرکت کنن دقیقا و قراره از آرتیست های نسل چار که دیریل وازه خفنن توش استفاده کنیم مثل کی؟ مثل گادپوری و هیپاپولوژیست که از هر کدوم یه قسمت یکی دو بیتی هم ازشون گذاشت تو استوریاش و اینکه خلاصه خبر از این داد که قراره یه ترک خفن بسته شه بعد از این که چرا اون ادکه استوریشو واسه بچه ها میذارم که ببینن بچه ها سلام من واسه آهنگ حله یه ایده داشتم قبل از این که اصلا این آهنگ بیاد بیرون که بعد از آهنگ اورجینالش یه ریمیکس جهانی بزنم که از کشورهای مختلف چند نفر بیان رپ بکنم به زبون خودشون
و تو این ریمیکس از نسل جدید، از نسل 4 هم دوست دارم حتما استفاده بکنم، کسایی که مؤدبن، کارشون خوبه و بی ادبی نمی‌کنن به کسایی که نسل 1 و احترامشون رو حفظ می‌کنن. چرا که نه، ما هم کمک می‌کنیم، ان شاء الله میام بالاتر. به عنوان مثال تو ریمیکس حله پوری و هیپاپولوژیست خواهد بود، یه تیکش هم میذارم حال کنید، حالا خودشون نمیدونن ولی چون این لایوی که با تطلو و پیشرو و حسین گذاشتیم، هدف بر این شد که کس کنار توهی هم که حتی زیر زمینی ها دارن دوستش، قبلا گفتم تبر بیارن برای گردن من داشت، حتی نمیندازه خط توی پوستش. یعنی بدونید همیشه واسه نسل جدید ارزش قائلیم و واسه همینه که ریمیکس این کار که ممکنه خیلی جهانی تر بشه، چون ممکنه خواننده بزرگ آمریکا، انگلیس، کشورهای دیگه هم گوش باشن، بچه های نسل چهاری هستن. این یعنی احترام. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، بچه هایی که فالو شده بودن واسه ترک لیتو قرار بود منیج کنه، مثل کارتوری یا هیپوپولوژیست، کنسلی رو دادن. چرا؟ چون قراره یه ترک مهمتری، آره یه ترک مهمتر و یه ترک درجه یکتری قراره اتفاق افتاده توهی بوده. این خیلی خفن بوده. حالا صحبت توهی شد، این چهار تا کلمه هم بگیم و بریم. بچه ها از حسین توهی و هر کسی که داره میزنه غافل نشیم. حسین توهی هنوز نیومده، یه سری کارهای عجیب غریب داره میکنه که خیلی خفنه. به نظر من محکم ترین چی میگن کامبکی که به رپ فارسی داشت و زد که ترک حله رو بس، اونم با یه همچین ترکی، مثلا با یه همچین آرتिस्टای خفنی، و اینکه الانم هم پیگیر یه همچین کارهای تو رپ فارسی، این خیلی جالبه. یعنی من خود من یا کمتر کسی از مخاطبای رپ فارسی فکر میکردن که یه روزی حسین توهی قراره بیاد 4 تا حرکت انتحاری بزنه و کارو دست بگیره و جمع کنه، که از همینجا دست خوش بهش میگه و امیدواریم که کاراش همینجوری خفن باشه و بتره کنه و بچهای نسل 4 هم استفاده کنه و خلاصه ترکای یکی پس از دیگری بیاد بیرون. که بی ادب نباشن. آفرین. نسل یکی رو بی احترام بذارم. این خیلی مهمه آخه خدایی. و اینکه حالا این چیزی که الان گفتم یه چیز خیلی کلیش بود و کلی حواشی دیگه دوروبر این اتفاق بود، و اینکه اخبار و حواشی دو هفته اخیر هم واسهتون رفتم گذاشتم این بالا، هم براتون میذارم برید اونم ببینید و صفحاشو ببینید، کلی خبرهای خفن داریم. برو بریم آقای جان. قربون چشمای زیباتون. لطفاً کامنت کنید راجع به گادپوری و اتفاقایی که داره تو رپ فارسی و ترک حله میفته. برو بریم تا یه ماتیز دیگه. قربون چشمای زیباتون.